درود به همه شما ورزشتیوبی های عزیز و دوست داشتنی. هاشم شیرعلی بازیکن تیم فولاد زرند امروز بعد از به ثمر رسوندن هر دو گل تیمش مقابل فولاد زرند یکی از غمگین ترین شادی های بعد از گل تاریخ رو به نمایش گذاشت. شیرعلی بعد از هر دو گل شادی گلش رو به این صورت تقدیم به زنده یاد خدا نور عزیز کرد. فرصت گل و گل اول برای تیم فولاد زرند ایرانیان. آموری که یک بسته عقب هست و حالا دو بر صفر عقب میفته. اما امروز میخوام در مورد ارزشی ها صحبت کنم. موجودات شستشوی مغزی شده ای که دوچار یه جور بردگی دینی شدن. ارزشی ها همه جای جامعه با پوشش های مختلفی دیده میشن. یه ارزشی لزوماً چادر سیاه یا چفیه نداره. شاید هیچی مثل این کلیپ کوتاه ویژگی های یه ارزشی رو نمیتونه نشون بده. انشالله شماها خودتون قومخیشاتون همتون تیکه تیکه بشید برای که امام زمان تشریف بیارن. صلوات اللهم صل علی محمد و آله. یه مرد در حضور 10 تا زن ارزشی میگه برای اینکه خودتون و قوم و خیشاتون و همه عزیزانتون تیکه تیکه بشید تا امام زمان ظهور کنه صلوات بفرستید. اونا هم اطاعت میکنن. اما ارزشی ها معمولا مملو از عقده های مختلفی هستن که بارزترینشون عقده های جنسیه. سرکوب غریزه جنسی باعث شده که همشون تبدیل به مریضای جنسی بشن که با هر چیزی تحریک میشن. به این پست از یه زن ارزشی دقت کنید. نوشته من که زنم با دیدن این صحنه دلم میلرزه و میل به گناه پیدا میکنم. وای به حال اون جوون مجردی که امکان ازدواج نداره. لعنت به سلبریتی های فاحشه. همونطور که گفتم همه ارزشی ها مریض جنسی هستن. زن و مرد هم نداره. این خانومی هم که این پست رو منتشر کرده بود کاملا واضحه که رگه هایی از همجنسگرایی داره و از اون مهمتر این که دوچار بیماری روانی فیتیش پا شده. به نظر من بهتره به جای سطور فتوا به فکر درمان این بیماریش باشه. ارزشی ها ممکنه توی جامعه در پوشش سلبریتی هم خودشون رو نشون بدن. مثل داریوش ارجمند که یه زمانی میگفت بهتره دخترها به جای ورزش به فکر تولید مثل باشن. این هم توییتی که داریوش ارجمند به تازگی منتشر کرده و نوشته برهنگی آزادی نیست، نوعی بردگی است. اصلا یکی از ویژگی های ارزشی ها حرکت کردن برخلاف میل جامعه است. چون همیشه بهشون گفتن اکثریت جامعه در گمراهی هستن. توی قرآن هم بارها خوندن که و اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا یشعرون یا و اکثرهم لا یتفکرون. همین آمنه سادات ذبیح‌پور که میدونم چقدر ازش متنفرین یکی از همین ارزشی هاست که در لباس خبرنگار فعالیت میکنه. آمنه سادات امروز با انتشار این توییت به طرز احمقانه خودزنی کرد و نوشت هفته صبح از بازار بومهن فیلم گرفتیم به نام اعتصاب بازاریان کامیاران دادیم بی بی سی و اینترنشنال. اونا هم ذوق کردن پخش کردن بدون راستی آزمایی. خانم ذبیح‌پور به خیال خودش زرنگی کرده و میخواد رسانه‌های خارجی رو بی اعتبار جلوه بده. ولی در اصل درصد بالای چیز بودن خودش رو ثابت کرده. به نظر من که مردم با دیدن این توییت احمقانه فقط نفرتشون از صدا و سیما که یکی مثل ذبیح‌پور توش دروغ میگه بیشتر و بیشتر میشه. اما آخرین شیرین کاری ارزشی ها هم که همین امروز منتشر کردن اجرای سرود سلام فرمانده به زبان انگلیسی بوده که دعوت میکنم تماشا کنید. فقط قبلش مراقب دل و روده هاتون باشید که از شدت خنده اتفاقی براشون نیفته. Without you has no meaning for me. This life becomes
تا زمانی که تبدیل به یه ارزشی نشدی نمیتونی بی دلیل بریزی تو خونه یه دختر تنها و به حریم خصوصیش تجاوز کنی، مثل کاری که امروز ارزشی ها با مونا بختیاری کردن. مونا بختیاری، خواهر جاویدنام پویا بختیاری، که این روزها به خاطر بازداشت پدر و مادرش تنها زندگی میکنه و به شدت زیر فشار اطلاعات سپاه هم قرار داره، این ویدیو رو از خودش و سایر زنهای خانواده بختیاری منتشر کرد و از ایستادگی تا آخرین نفس در مقابل ظلم گفت. درود به مردم شریف ایران. آبان 98 این حکومت برادرم پویا بختیاری رو کشت و جواب اعتراض ساده اون رو با گلوله داد. بعد از اون منوچهر بختیاری پدرم با صلابت این راه رو ادامه داد تا دستگیرش کردن. بعد از اون مادرم صدای پویا شد و باز هم دستگیر شد. اما این حکومت به همینم بسنده نکرد و هر دو رو به زندان شهرهای دیگه تبعید کرد. میخوام اینو بدون این حکومت که ما ایستادیم، من هستم، من و خانواده بختیاری تا آخرین نفر و آخرین نفس ایستادیم. اما ارزشی های جمهوری اسلامی امروز در خونه مونا بختیاری رو شکستن و با تجاوز به خونهش یه همچین بلایی سرش آوردن. سلام، امروز 19 آبان 1401 همسایه ها دوباره با من تماس گرفتن که در رو دوباره شکوندن. من نمیدونم واقعا از جون ما چی میخوان. در خونه رو دوباره زدن، شکوندن، ریختن، همه وسایلمون رو به هم ریختن، همه چی رو ریختن بیرون. نمیدونم چیزی برداشتن بر نداشتن، چه اتفاقی افتاده، اصلا قصدشون از این همه اومدن و رفتن چیه، واقعا نمیفهمم. مثلا اینا رو آوردن از تو کمد پرت کردن وسط سالن که چی بشه؟ چیو میخواین؟ مثلا میخواین ما رو بترسونین؟ ما با این چیزا میترسیم آخه؟ منی که برادرمو از دست دادم، پدرم، مادرم هر دوشون الان تو زندانن، چیزی برای ترسیدن دارم واقعا؟ لعنت به شماها بیاد، لعنت. هرچند میدونم که صحبت کردن با یه ارزشی هیچ فایده ای نداره، اما پیام یکی از دخترای ایرانی خطاب به ارزشی هایی که فعلا در لباس سرکوبگر دارن جوانای ایرانی رو توی خیابون ها میکشن تماشا کنید. آقای مأمور، آقای برادر، آقای نیروی انتظامی، آقای که وظیفته با توم و تفنگ بگیری دستت بری بچه مردم رو بکشی، از کجا میدونی اونی که داری تو خیابون میکشی فامیل خودت نیست؟ خواهرزادت، برادرزادت، بچه عموت، بچه خالت، از کجا میدونی؟ از کجا میدونی اون کسی که داری میزنی میکشیش پدرش به گردن خودتو حق نداره؟ از کجا میدونی بچه شهید نیست، بچه جانباز نیست؟ از کجا میدونی از بچه های نخبه مملکت نیست؟ از کجا میدونی که بیشتر از تو به درد اون مملکت نمیخوره؟ اونی که اومده تو خیابون، اونی که اومده داره شعار آزادی آبادی میده، به فکر اون مملکته، به فکر اون وطنه، اون به فکر آبادی خودت و خانوادت هم هست. بچه مردم رو نزن، هموطنت رو نزن. پیش از تو خیلی ها واسه این مملکت خون دادن، جون دادن، عمرشون رو گذاشتن، زندگیشون رو گذاشتن. یکی دوتا نه، 5-6 تا شهید دادن تو این مملکت واسه این که این مملکت تو امنیت باشه، نه این که تو بری سرباز خارجی برداری بیاری دخترشون رو بکشه تو خیابون.